حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مذاکرات با عربستان سعودی را مثبت و سازنده توصیف کرد و از آمادگی تهران برای اثرگیری روابط با ریاض خبر داد. این در حالی است که سفیر ایران در عراق هم از برگزاری قریب الوقوع دور پنجم مذاکرات با عربستان خبر داده است. پیشتر مقام های ایرانی از رو به جلو بودن این مذاکرات سخن گفته بودند. ما برای بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی همواره به مقامات عربستان سعودی اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه آمادگی لازم رو دارد. 6 سال پس از قطع روابط ریاض با تهران، پس از حمله شماری از هواداران جمهوری اسلامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران، عراق در زمینه میانجیگری میان دو طرف فعال‌تر شده. ابتکاری که از سال پیش آغاز کرد، ریاض همچنان سیاست‌های تهران را عامل اصلی اختلاف‌ها می‌داند. كما تطرقنا الى الدور الايراني المزعزع للامن به نقش برهم زننده ثبات ایران در منطقه به حمایت از شبه نظامیان پرداختیم و بر اهمیت تلاش ها برای منع ایران از دستیابی به سلاح اتمی و خالی کردن خاورمیانه از اسلحه کشتار جمعی تاکید کردیم. همچنین تاکید کردیم که ما به عنوان کشورهای عربی دست های ما به سوی ایران دراز است، در صورتی که این نگرانی ها را از میان ببرند. معالجه هذه الهموم لبنان و یمن از جمله مهمترین محورهای اختلاف میان دو کشور در منطقه هستند. سفیر عربستان سعودی در لبنان جمعه فعالیت‌های گروه حزب الله از گروه‌های نیابتی ایران را تهدیدی برای امنیت ملی عربی توصیف و این گروه را به تلاش برای سیطره بر لبنان متهم کرد. سخنانی چند روز پس از آنکه دبیر کل حزب الله لبنان پادشاه عربستان سعودی را تروریست توصیف کرد. فعالیت‌های حزب الله در لبنان دلیل تیرگی روابط میان بسیاری از کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس با بیروت است. باید حزب الله را از ادامه فعالیت‌های تروریستیش منع کرد. تنشی که بحران اقتصادی و معیشتی را در لبنان تشدید و فشار را بر دولت دوچندان کرد. موضوع سیاست خارجی روابط لبنان با کشورهای عربی است و شاهد هستیم که هر روز دخالت‌های خارجی صورت می‌گیرد که می‌تواند تأثیر منفی بر لبنان داشته باشد. از سوی گروه‌های تحت حمایت تهران بر شدت اقدامات خود در سوریه و عراق افزودند و طی روزهای اخیر پایگاه‌های متعلق به ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا را هدف قرار دادند و این علاوه می‌شود بر تشدید حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن به عربستان سعودی و متحدانش و از آن سو حملات ائتلاف به رهبری عربستان به موازی این گروه شبه نظامی. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تهران و ریاض هر دو در تلاشند تا در میانه مذاکرات دو جانبه دست خود را قوی‌تر کرده و از طرف مقابل امتیازات بیشتری بگیرند. آیا دنبال کردن یک استراتژی یکسان از سوی دو طرف منجر به بن‌بست مذاکرات نخواهد شد؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.